سلام و شبتان بخیر. به خبر دست طلو و طلو نیوز با من یاسر ابرار خوش آمدید. سرخط خبرها. راهیابی تیم ملی فوتسال کشور به دور نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا. تیم ملی زیر 20 ساله‌های فوتسال کشور برای نخستین بار به فرجامین دیدار رقابت‌های قهرمانی فوتسال آسیا راه یافت. باز به میدان بریم با تمام توان خود و تلاش خود و قهرمانی را انشاءالله آزاد خود. پایان دومین گردهمایی جهانی امام ابو حنیفه در کابل. در این گردهمایی رئیس جمهور غنی میگوید که افغانیت و اسلامیت به هم وابسته‌اند و باید به گونه اساسی برای اسلامیت کوشید. دوامدار ادید برات خدای جلشنو و پیزنو باید خپل دین او خپل مذهب باندې پانک بود. یاد بود از سالگرد بجا شدگان کشور. همزمان با روز جهانی پناهندگان از 40مین سالگرد آواره و بجا شدن شهروندان افغانستان یاد بود شد. و واکنش آمریکا درباره سرنگون شدن یک هواپیمای بی‌سرنشین این کشور از سوی ایران. مشروع خبرها. تیم ملی فوتسال زیر 20 ساله های کشور راهی دیدار نهایی رقابت های قهرمانی فوتسال آسیا شد. سرخپوشان کشور امروز توانستند در نخستین دیدار نیمه نهایی این رقابت ها با نتیجه 4-3 ملی پوشان اندونزیا را شکست بدهند و حریف ژاپن در دیدار نهایی شود. در این دیدار برای ملی پوشان افغانستان علی عرب، عربزاده، سید حسین موسوی و داود یوسفی گلزنی کردند. برای نخستین بار در تاریخ ورود به مرحله نهایی رقابت‌های قهرمانی فوتسال آسیا، سرخپوشان افغانستان تاریخ رقم زدند. ملی پوشان فوتسال زیر 20 ساله‌های کشور پس از دو برد و شکست دادن مدعی قهرمانی این رقابت‌ها وارد مرحله نهایی شدند. همی وعده را می‌دهیم که دوباره در فاینال انشالله برای دفاع از عزت، دفاع از غیرت افغانی خود باز به میدان بریم با تمام توان خود و تلاش خود و قهرمانی را انشالله از آن خود کنیم. نوید بزرگ است که ما در جام جهانی مثل کرکت، مثل تکواندو ما هم حضور پیدا میکنیم و این کار ساده نیست. نیمه اول این دیدار با برتری افغانستان و با تک گل سید حسین موسوی به پایان رسید و سرخپوشان افغانستان پیروز بر رختکن رفتند. در نیمه دوم اما بازی با یک گل افغانستان و دو گل اندونزیا به تساوی کشیده شد و به این ترتیب بازی فوتسال میان افغانستان و اندونزیا به وقت‌های اضافی کشیده شد. در وقت‌های اضافی افغانستان موفق شد تا در نیمه نخست کار حریفش را یک طرفه کند و با دو گل دیگر صعودش را به فینال این رقابت‌ها قطعی بسازد و این بازی 4-3 به سود افغانستان به فرجام رسید. در این دیدار سرنوشت ساز سید حسین موسوی، علی عربزاده و داوود یوسفی برای افغانستان گلزنی کردند. بازی فینال هم بازی خوبی باشه. تیم ملی ژاپن تیم ملی بسیار خوبی است، ولی خب ما هم تیم بسیار خوبیم و انشالله که این بازی رو میبریم و دل ملت افغانستان شاد میکنیم. رئیس جمهور و رئیس اجراییه پیروزی تیم ملی فوتسال کشور را یک دستاورد بزرگ دانستند و نیز رئیس جمهور دستور داده است که یک هیئت برجسته دولتی برای حضور در دیدار نهایی این رقابت ها به ایران برود. خواست ما از حکومت وحدت ملی است که ورزشکارا را هرچه بیشتر در این راستا تشویق کنند تا که ما بتانیم افتخارات بیشتر برای مردم افغانستان نصیب بگردانیم. تیم ملی فوتسال زیر 20 ساله های کشور روز شنبه در دیدار نهایی این مسابقات به مساف ژاپن خواهد رفت. ژاپنی که در دیدار نیمه نهایی توانست ایران قهرمان دور پیشین این رقابت ها را با نتیجه 8-4 شکست دهد.
آقای محمد یوسف کارگر سرپرست فدراسیون فوتبال افغانستان در استودیو با ماست و آقای رضا قمامرک سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان از ایران با ما وصل هستند. بسیار خوش آمدید آقای کارگر، مبارک برای شما. چی پیامی داره این برد در شرایطی که شما رو میگن وضعیت فدراسیون فوتبال افغانستان هم زیاد خوب نیست؟ تشکر. نخست از همه تبریک میگم برای تمام ملت افغانستان، یک پیروزی بسیار و یک دستاورد بسیار خوبه در شرایط کنونی پرچالش فدراسیون فوتبال افغانستان. اما خوشبختانه که گفتین وضعیت فوتبال افغانستان خوب نیست، فدراسیون فوتبال افغانستان توانسته است که در طول 6 یا 7 ماه اخیر یک مدیریت سالم و حمایت دولت و حمایت تربیت بدنی در تمام برنامه های داخلی و برنامه خارجی حضور پیدا کنه، که آخرین برنامهش تیم فوتسال افغانستان که با یک نتیجه بسیار بالا دست یافتند. جا داره تشکری کنیم از رئیس جمهور، رئیس اجرایی که حمایت خود اعلان کردن و همچنان و در آینده یک پشتیبان خوبه برای فوتسال افغانستان است. آقای ممرک سلام به شما و مبارک این برد برای شما هم. چه احساس دارین و چطور تانستین این تیم های قدرتمند آسیا را از پیش رو بردارین؟ سلام تقدیم میکنم من به شما یاسر جان، به استاد عزیز، استاد کارگر بزرگ، تشریف آوردن در برنامه شما و به همه ملت عزیز که مرا از صفحه تلویزیون میبینند، صدای مرا میشنوند. تشکر میکنم، من تبریک میکنم به شما و همه ملت عزیز ما پیروزی مکرره و رایابی به فاینال مسابقات را. از همه کسایی که برای ما دعا کردن، قلبشان برای ما تپید، از قلب برای ما دعا کردن هم تشکر میکنم. امیدوار هستیم که تانسته باشیم با هدیت دادن از این پیروزی دلشان شاد کنیم. بسیار خوب. روحی بازیکنان تیم ملی فوتسال ما حالا چگونه است؟ در هر صورت مسابقه مهم پیش رو داره. بچه ها از لحاظ روحی در وضعیت بسیار خوب هستند، خصوصا قبل از مسابقه تماسایی که از دفتر ریاست محترم جمهوری تماس گرفته شد، خود ریاست محترم جمهوری با ما تلفنی صحبت کردند، بسیار با ما روحیه بخش بود. بسیار خوب. خود استاد کارگر صحبت کردن، استاد رحیمی صحبت کردن، همه از یاد بسیار روحیه مضاعف را به ما داد. بسیار خوب. بسیار کوتاه بخوای ممرک، وعده تان به مردم چه است؟ شنبه چه اتفاق خواهد افتاد در مسابقه تیم ملی فوتسال ما با ژاپن داره؟ خب ما یک وعده میتیم و اویی که تمام توان و تلاش خود به کار میگیریم. ما نمیخوایم به هیچ وجه چانس از دست بدیم که با یک قهرمانی یک جشن عمومی را و یک هدیه که امور شادی که به دل مردم خود میتیم، لبخندی که به لب ملت خود میاریم، این را نمیخوایم از دست بدیم و انشاءالله به قهرمانی برمیگردیم. تشکر. با امید پیروزی شما. آخوی کارگر ساکوتاب، وضعیت تیمای دیگه چگونه است و امیدواری؟ تشکر. فدراسیون فوتبال افغانستان در طول مدتی که قبلا گفتین چالش ها بودن، تمام وضعیت تیمای ما چی در سطح داخلی تمریناتشان و در تمام برنامه های مسابقات 2019 حضور پیدا کرده تا. تیم ملی ما، تیم فوتبال زیر 23 سال، تیم ساحلی ما و همچنان تیم فوتسال ما و برنامه های فدراسیون فوتبال مطابق جنتری سال 2019 مسابقات بانوان ما نرمال تمام برنامه هایشان، هم فوتسالشان هم تیم لیگ برترشان شروع شده و تیمای ردایی سینما در تمام برنامه‌هایشان حضور پیدا کرده. لیگ برتر فوتبال افغانستان امسال شروع خواهد شد؟ طبعا یکی از پیشرفت اشاره کردین، پیشرفت فوتبال افغانستان بدون حمایت دولت، بدون حمایت سکتورهای خصوصی هیچ وقت ما نمیتونیم که یک پیشرفت درست سریع در فوتبال افغانستان داشته باشیم. خوشبختانه لیگ برتر فوتبال افغانستان در گذشته ها اسپانسرهای خوب داشت. امیدوار هستیم که بامی اسپانسرهایی که قبلا بودن و اگر اسپانسرات قماندینشان نمیتا حمایت بشکر. دولت از لیگ برتر فوتبال افغانستان باشه که تا بتونیم یک لیگ خوب امسال هم داشته باشیم. آقای محمد یوسف کارگر سرپرست فدراسیون فوتبال افغانستان در استودیو با ما و آقای رضا قمامرک سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان. دومین گرد همایی جهانی امام ابو حنیفه، فقیه و متکلم پرآوازه و نیز پایه‌گذار مذهب حنفی در کابل پایان یافت. رئیس جمهور غنی که در این مراسم شرکت کرده بود به وزارت حج و اوقاف وظیفه داد تا از بهر برگزاری یک گرد همایی دیگر برای ستایش از علمای کشور بکوشد. رئیس جمهور می‌افزاید که افغانیت و اسلامیت به هم وابسته‌اند و باید به گونه‌ای اساسی برای اسلامیت کوشید. پایان دومین گرد همایی علمای جهان اسلام درباره امام ابو حنیفه. علمای جهان اسلام دو روز درباره فقه حنفی و شخصیت امام اعظم به بحث پرداختند.
برخی از شرکت کنندگان این گرده همایی ترویج اندیشه های امام اعظم و توجه بیشتر را به فقه حنفی در پیکار با حراس افغانی و تندروی اثرگذار می گویند. با رعایت اتباع مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باید بشینیم مسائل خود را از طریق تفاهم حل کنیم. ضرورت به جنگ نیست، باید برای جنگ نقطه پایان بتیم و باید برای جنگ نبگویم. رئیس جمهور غنی نیست که در این گرده همایی شرکت کرده است، میگوید که گسترش مذهب حنفی می تواند جامعه را از افرادگرایی و خشونت نجات دهد. ادید پارت خدای جلشن او پیزنو باید خپل دین او خپل مذهب باندی پانک واچو. اماش مند داده چه پا اساسی توگه اسلام پیجندن با در افغانستان پا طول و پانتونو که پا طول و مکاتبو که او پا طول و اداراتو که پا یو اساسی تگلار باندی با بدلست. رئیس جمهور با وزارت حج و اوقاف وظیفه می سپارد تا از بحر برگزاری یک گرده همایی دیگر از بحر ستایش از علمای کشور بکوشد. به افتخار سمپوزیم بزرگ من امروز اعلان میکنم که در ظرف یک ماه 150 مسجد جامع در ولسوالی های افغانستان امسال اعمار میشه. در این گرده همایی 1000 عالم دین اسلام از درون کشور و 100 عالم دین از کشورهای اسلامی دیگر شرکت کرده بودند. همزمان با روز جهانی پناهندگان از 40مین سالگرد آواره و بجا شدن شهروندان افغانستان یاد بود شد. این مراسم که در سفارت آمریکا در کابل برگزار شد، شرکت کنندگان در کنار اشاره به 40 سال جنگ و بدبختی در افغانستان از جامعه بین‌المللی خواستند تا تلاش‌ها را در راستای بازگشت داوطلبانه مهاجرین افغان و زمینه‌سازی به ادغام آنان در جامعه بیشتر سازند. در همین حال وزیر مهاجران و بازگشت کنندگان کشور میگوید که وزارت مهاجران در حال نهایی‌سازی پالیسی جامعه مهاجرت است که با عملی سازی آن نقشه راه مهاجران در 50 سال آینده روشن خواهد شد. این برنامه که از بهر روز جهانی پناهندگان در سفارت آمریکا در کابل برگزار شده است، وزیر مهاجران و برگشت کنندگان در این برنامه از آمادگی این نهاد برای ایجاد بانک زمین و شناسایی زمین مناسب برای بودباش برگشت کنندگان و بیجا شدگان خبر می دهد. ایجاد بانک زمین و شناسایی زمین مناسب برای سکونت عودت کننده ها و بیجای شده ها، اعمار زیر ساخت های شهرک های محل سکونت مهاجرین و بیجای شدگان و اعمار خانه های قابل استطاعت و سوم ایجاد کنسرسیوم برای شفافیت تشخیص و معرفی مستحقین متشکل از نهادهای ملی و بین المللی. در کنار کشورهای دیگر، آمریکا تا اکنون 53 میلیون دلار برای رسیدگی به نیازهای ابتدایی برگشت کنندگان در کشور کمک کرده است. سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید که کمک‌های این کشور برای رسیدگی به نیازهای ابتدایی برگشت کنندگان و بیجا شدگان افزایش خواهد یافت. پیش بینی میکنم که کمک‌های بیشتر در بخش مهاجرت در جریان تابستان فراهم خواهیم ساخت تا به نیازهای جدی در بخش کمک‌های بشری در افغانستان رسیدگی شود. همزمان با این، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواهان زمینه‌سازی و بازگشت مسئول مهاجران افغان به کشور است. ما همه باید با هم یک جا کار نماییم تا از فراهمسازی زمینه خوب آموزش و پرورش به کودکان خانواده های بیجا شده و بازگشت کننده و بودباشت مسکون به آنان اطمینان به دست آید. با این همه رئیس اجرایی کشور از تلاش های حکومت برای رسیدگی به مشکلات بازگشت کنندگان و بیجا شدگان در کشور اطمینان می دهد. اگر هر کدام ما به این شهروند کشور تجدید تعهد نکنیم که مسئولیت خود ادا میکنیم در برابر اینها، ما در داخل حکومت، جامعه ما، مردم ما، جامعه مدنی، بخش خصوصی همراه با همکارای بین المللی ما، متاسفانه ما یک فرصت را که امروز داریم از او خوب استفاده نکرده، بلکه یک بار را برای نسل آینده میگذاریم. با وجود بیجا شدن ده ها هزار تن در نتیجه جنگ ها و رویدادهای طبیعی در سال روان در افغانستان، سازمان جهانی مهاجرت میگوید که بیش از 200 هزار تن از کشورهای ایران و پاکستان در 6 ماه گذشته به کشور برگشتند. تا لحظات دیگر.
چرا تمدن غربی بر تمدن شرقی غالب شده است؟ باز هم خوش آمدید. همزمان با روز جهانی پناهندگان، شماری از پناهجویان افغانستان که در هند زندگی میکنند با پوشیدن ماسک ها دست به اعتراضات زدند. آنان با گرد آمدن در برابر دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در دهلی نو میگویند که پناهجویان افغانستان در هند با مشکلات اقتصادی، بیکاری، نداشتن امکانات بهداشتی روبرو هستند. به گفته آنان شمار بزرگی از پناهجویان افغانستان انتظار بررسی درخواست‌های پناهندگیشان را به کشورهای دیگر از طریق کمیشنری سازمان ملل متحد در دهلی نو می‌کشند، اما با گذشت سال‌ها درخواست‌های آنان یا بررسی نمی‌شوند و یا هم رد می‌شوند. چرا تمدن غربی بر تمدن شرقی غالب شده است؟ سمپوزیومی برای پاسخدهی به این پرسش و ایجاد یک گفتمان برای چگونگی بازیابی هویت‌های فرهنگی و ادبی که افغانستان محور آن است در انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در کابل برای انداخته شده است. انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان سمپوزیومی را زیر نام مکتب امنیتی هرات برای بررسی چگونگی پاسخگونه بودن تمدن شرق به نیازهای نوین آدمیان که تمدن اسلامی بخشی از آن است برگزار شده است. در این برنامه افغانستان امروز همچون محور گفتگوهاست. جهان این منطقه خراسان میشناسد، اما او خراسانی که ابوبکر بغدادی تعریف کرده است و ما که باشندگان خراسان هستیم متاسفانه چیزی برای گفتن نداریم و اجازه دادیم که گروه مثل داعش بیاد هویت ادبی و هویت فرهنگی و سیاسی ما رو به سرقت ببره. چرا تمدن غربی گسترش یافته است؟ امنیت ارزش محور و سیاست و قدرت در اندیشه شرقی بخشی از گفتمان امروز است. پدیدارشناسی قدرت و سیاست ایره نشان میده که در شرق با وجودی که ویژگی های متفاوت، قرائت های متفاوت، نگاه های متفاوت وجود داشته، اما نوع همگونی های عمده به چشم میخوره. او چی است؟ او ایست که یعنی تقریبا یک نوع غلبه گفتمانی را دو بحث اینجا منحصر به خودش کرده بوده. فکر میکنم که در اصل با یک کلمه که امروز با عشق میتونیم جلوی افراطی‌گرایی بگیریم و این تنها راه حلی هستش که میتونیم که پیشنهاد بکنیم. پیوند جهان سنتی و نو و گسترش تقلیدی روش در بخش امنیت و راهبرد نیز به بررسی گرفته میشود. میشود از مبانی سنت کمک گرفته، ایده های مناسبی رو از اونها اتخاذ نمود. دوم، از تجربه مکاتب دیگر نباید غافل ماند. همه یافته های غرب سیاست قدرت نیست. دومین دور این سمپوزیوم برای ایجاد یک گفتمان برای دو روز در کابل برگزار شده است. تا لحظات دیگر. گشایش نمایشگاه همیشگی ساخته های دستی زنان در کابل. به ادامه خبر ده خوش آمده. تا 4 روز دیگر نخستین محموله تربوز ولایت فرا از راه لاجورد به آذربایجان صادر خواهد شد. وزارت صنعت و تجارت میگوید که در این محموله 40 تن تربوز صادر خواهد شد و پس از آن در یک محموله دیگر 1000 تن تربوز به آذربایجان صادر خواهد شد. کاهش بی پیشینه بهای تربوز و نبود بازارهای مناسب برای این فراورده امسال انتقادهای گسترده کشاورزان و شهروندان کشور را به بار آورده است. یک نمایشگاه همیشگی ساخته های دستی زنان زیر نام نمایشگاه دائمی راه لاجورد در کابل گشایش یافته است. برپا کنندگان این نمایشگاه هدف این نمایشگاه را بازاریابی و ایجاد زمینه های فروش برای فرآورده های زنان بازرگان میگویند. توجه به توسعه صنعت قالین بافی و جلب سرمایه گذاری ها در این بخش از خواسته ها در این نمایشگاه است. در این هفته نمایشگاه همیشگی راه لاجورد
قالین های دستباف به نمایش گذاشته شده است. قالین ها و گلم های دستباف زنان از سراسر کشور به هدف نمایش به این نمایشگاه آورده شده است. زمینه تشویق و حمایت از خانم های بازرگان میسر شود و هم در این حال برای محصولات اینها بازاریابی صورت بگیرد. در کنار قالین و گلم‌های گوناگون، لباس، پاپوش، جواهر ساخته دسته زنان نیز به نمایش گذاشته شدند. زنان بازرگانی که در این نمایشگاه تولیداتشان را آورده‌اند، بر توجه حکومت در راستای حل مشکلات آنان تاکید دارند. خیلی مفید است، یعنی ما خیلی در نمایشگاه که میشه ما خیلی زیاد فایده میکنیم و از دولت میخوایم، از کسایی که نمایشگاه رو برگزار میکنند، اما رایگان، یعنی اگه میره در اختیار ما بونه خیلی مفید تمام میشه. خانم ها رو کسی حمایت نمیکنه. به صنایع دستی افغانستان میبینین کال بیخی پایین آمده به خاطر که از دیگه کشورها تولید میشه. از سوی هم برگزار کنندگان این نمایشگاه از شرایط بد صنعت قالین بافی در کشور شکایت دارند. آنان از حکومت میخواهند که به هدف توسعه صنعت قالین بافی زمینه سرمایه گذاری های بزرگ را فراهم سازند. خواهش میکنم از شما بالای قالین یک ذره توجهتان باشه. یک تیم جور کنین، کم از کم یک 10 نفر یک کمیته جور شوه که سر از این کار شوه، این کار ترقی کنه. نمایشگاه همیشگی راه لاجورد از 3 ماه بدین سو گشایش یافته است. بر بنیاد آمارهای مسئولان این نمایشگاه در حدود 350 زن بازرگان عضویت این نمایشگاه را دارند. تا لحظات دیگر. سفر رئیس جمهور چین به کره شمالی. باز هم خوش آمدید. فرماندهی مرکزی آمریکا سرنگون ساختن یک هواپیمای بسرنشین آمریکا را از سوی ایران به دلیل می‌داند. پیش از این ایران از سرنگون ساختن یک هواپیمای بسرنشین آمریکا در حریم فضای این کشور خبر می‌داد، اما آمریکا می‌گوید که این هواپیما در بیرون از حریم فضای ایران سرنگون ساخته شده است. فرمانده کل سپاه پاسداران ایران می‌گوید که تهران به دنبال جنگ با واشنگتن نیست، اما برای جنگ با این کشور آماده است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای نخستین بار به کره شمالی رفته است. این نخستین سفر یک رئیس جمهور چین در 14 سال اخیر به پیونگ یانگ است و هدف آن گفتگو درباره برنامه هسته‌ای کره شمالی و تنش‌های پیونگ یانگ با واشنگتن است. سپاسگزار همراهیتان به خبرهای این ساعت در طلوع. شبتان بخیر و خدا نگهدار. و سرخط دوباره خبرها در طلوع نیوز. راهیابی تیم ملی فوتسال کشور به دور نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا. تیم ملی زیر 20 ساله‌های فوتسال کشور برای نخستین بار به فرجامین دیدار رقابت‌های قهرمانی فوتسال آسیا راه یافت. پایان دومین گردهمایی جهانی امام ابو حنیفه در کابل. در این گردهمایی رئیس جمهور غنی میگوید که افغانیت و اسلامیت به هم وابستند و باید به گونه اساسی برای اسلامیت کوشید و روابط دوامدار. یاد بود از سالگرد بجا شدگان کشور، همزمان با روز جهانی پناهندگان از 40مین سالگرد آواره و بجا شدن شهروندان افغانستان یاد بود شد. و واکنش آمریکا درباره سرنگون شدن یک هواپیمای بسرنشین این کشور از سوی ایران. سازمان ملل بر برگزاری یک انتخابات معتبر ریاست جمهوری در افغانستان تاکید می‌ورزد. این سازمان هشدار می‌دهد که اگر افغانستان بار دیگر درگیر یک بحران ناگوار و طولانی پس از انتخابات شود، از این بحران به دور شدن نخواهد توانست. در همین حال نماینده همیشگی افغانستان در سازمان ملل از برگزاری یک انتخابات شفاف ریاست جمهوری در کشور اطمینان می‌دهد. شورای امنیت سازمان ملل متحد اوضاع افغانستان را بررسی کرد. فرستادی ویژه دبیر کل سازمان ملل برای افغانستان رقابت سیاسی را برای ریاست جمهوری شدید می‌داند و می‌گوید که این مسئولیت تمامی عناصر سیاسی به شمول نامزدان و حکومت افغانستان است تا همه یکسان فرصت رقابت داشته باشند.
افغانستان نمیتواند از عهده یک بحران ناگوار و طولانی پس از انتخابات براید. چیزی که میتواند به یک مشروعیت ریاست جمهوری شکننده منتج شود. این کار همچنان توانایی رئیس جمهور تازه را در متحد ساختن مردم افغانستان در یک روند معنادار و نمایندگی صلح آسیب برساند. در این میان رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که همچون مهمان ویژه در نشست شورای امنیت حضور یافته است، هشدار می‌دهد که همزمان با افزایش تلاش‌های صلح با طالبان، نگرانی‌ها از دست رفتن دستاوردها به گونه بی‌پیشنه افزایش یافتند. پس از 18 سال همکاری و پشتیبانی جامعه جهانی، افغانستان به یک مرحله بسیار مهم از تاریخش وارد می شود. خوشبینی برای توسعه و نگهداری از حقوق بشر و هویت انسانی هرگز بلند نبوده است. همزمان با این، ترس رفتن به عقب نیز هرگز به این پیمانه بیشتر نبوده است. نماینده همیشگی افغانستان در این نشست از آمادگی حکومت برای برگزاری انتخابات معتبر اطمینان می‌دهد. ما آمادگی های امنیتی و فنی را برای انتخابات آغاز کرده ایم. در حال بحث با همکاران جهانی در جنبه های گوناگون این روند هستیم. ما از گماشتن مشاوران سازمان ملل، کسانی که همچون کمیشنران جهانی کمیسیون مستقل انتخابات در کار پشتیبانی فنی عمل خواهند کرد، استقبال می‌کنیم. در این نشست شورای امنیت از طالبان خواسته شد تا با گفتگوها میان افغانان حاضر شوند. شکستن و برانداختن میز رئیس مجلس نمایندگان از سوی مخالفان میر رحمان رحمانی با واکنش‌های تند احزاب و جریان‌های سیاسی روبرو شده است. در همین حال شماری از حقوقدانان میگویند که وسایل درون تالار مجلس دارایی‌های دولتی هستند و آسیب رسانیدن به آنها جرم است. همزمان با این سفیر آمریکا در کابل میگوید که کسانی در داخل مجلس نمایندگان افغانستان برخلاف منافع ملی و به دنبال منافع شخصیشان هستند. اما سید احمد خادم و سید احمد سیلاب که میزهای تالار مجلس نمایندگان را به دور پرتاب کردند میگویند که این کار را از روی حسن نیت کردند. این نخستین تصویر میز رئیس مجلس نمایندگان پس از برانداخته شدن آن از سوی مخالفان رحمان رحمانی است. برانداختن میز رئیس مجلس نمایندگان در رسانه ها بازتاب گسترده ای داشته است. وقتی میز شکستانیم، چوکی را شکستانیم، بلکه ما بر روی مردم افغانستان یا به پای آبستگی کوبیدیم. اما سید احمد خادم و سید احمد سیلاب نمایندگان کندهار در مجلس نمایندگان که در برانداختن میز رئیس مجلس نقش داشتند میگویند با این کار خواستند از آسیب رسیدن به میزها و وسایل درون تالار جلوگیری کنند. یو دومره کوچنی وړوکی میز دی چې الته پرستیج باندې یو څوک پر دریږي چې کاتې کوچنی وي هغه پر دریږي چې خبرې کوي هغه په دې خاطر چې سپک دی او یو څوک یو وکیل بل وکیل په ونه ولي په دغه خاطر باندې اوسنیت په خاطر باندې مې لاندې ما فکر وکړ دا میز که یو څه دور روان نه وو 200 کسان چې په د میز پر سر باندې غسې دا به بالکل مات شوی وای اوس خو دونه سو چې هغه میز را چپاسو کې دا یو اړخ یو کاغذ مغه سره سوی سوی کني نور میز ته تاوان نه رسیدلی. بر بنیاد ماده 259 قانون اساسی آسیب رساندن به دارایی های دولت جرم است. برای مرتکبین به حبس متوسط و طویل پیش بینی شده برش، یعنی از لحاظ جرمی جرم است. جنجال های برخواسته بر سر ریاست مجلس نمایندگان که بیشتر از یک ماه ادامه داشتند سبب شدند که 244 قانون مصوبه و تفاهم نامه از تصویب این مجلس بازماند. گفته بودیم که اگر انتخابات پارلمانی یک انتخابات شفاف به اساس بایومتریک کامل نشود ما پارلمانی بسیار ضعیف و آگنده از مشکلات خواهیم داشت. دوار دخمن دلی یو دی بل پا وراندی پا بش پل دول باندی دخمنی کوی چی دیدی اساسی او بنسرتیز مسئولیت شخصاً دی داکتر صاحب غنی پا غاره ده. سفیر امریکا در کابل جنجال‌های کنونی را در مجلس نگران کننده می‌داند و می‌گوید کسانی این جنجال‌ها را دامن می‌زنند که به دنبال منافع شخصیشان هستند نه در جستجوی منافع ملی. سال 2012 میلادی تا سال 2018 میلادی 3,200,000 مهاجر به کشور بازگشتند، اما به علت ناامنی ها بیشتر از 2,000,000 تن دیگر افغانستان را ترک کردند. وزیر مهاجران و بازگشت کنندگان با ابراز این مطلب میگوید که هنوز اوضاع کشور برای بازگشت اجباری مهاجران آماده نیست. به گفته وی در حال حاضر بیشتر از 6.5 میلیون افغان در کشورهای دیگر مهاجر هستند.
بیستم ماه جون روز جهانی پناهندگان است. اینجا در کابل مراسمی برای گرامی داشت از این روز برگزار شده است. در روز جهانی پناهنده از یک طرف یک قدمی با پناهنده باید برمی داریم که همی توقع حداقل است که از ما خواهند داشت پناهندگان کشور ما و در سطح دنیا. ایالات متحده می خواهد تا افغانستان و مردم آن در برابر چالش ها موفق شوند. ما متحد به کمک به هر آن کسی هستیم که برای آینده افغانستان کار می کند. در همین حال وزیر امور مهاجران وضعیت کنونی کشور را برای بازگشت اجباری مهاجران و پناهجویان مناسب نمی داند. در 4 سال گذشته بیش از 3 میلیون مهاجران و پناهندگان افغانستان به کشور عودت کردند. ولی به خاطر رقم زیاد مهاجران و پناهندگان در کشورهای مختلف و دوام ناامنی در افغانستان ما به اهداف تعیین شده نرسیدیم. از سوی دیگر سازمان ملل متحد میگوید که حکومت افغانستان شرایط را برای بازگشت مهاجران فراهم سازد. شمار مهاجران در جهان به بلندترین سطح رسیده است که ما تا کنون دیده ایم. بیش از 70 میلیون در جهان امروز مهاجرانی هستند که در نتیجه جنگ ها از کشورهایشان بیجا شدند. بر بنیاد آمارها همکنون از هر 113 تن در سراسر جهان یک تن ناگزیر به فرار از خانه اش شده است. همزمان با روز جهانی پناهندگان، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اوضاع زندگی پناهندگان افغان در کشورهای همسایه را نگران کننده می‌داند. به باور مسئولان این سازمان جهانی در ولایت هرات بیشتر پناهندگان افغان در کشورهای ایران و پاکستان در کمپ‌ها در وضعیت سخت زندگی می‌کنند. در همین حال پناهندگانی که به تازگی از ایران اخراج شدند به ولایت هرات آمدند. محمد داوود با 6 عضو خانوادهش به تازگی از ایران اخراج شده است و در اردوگاه سازمان ملل متحد در شهر هرات به سر می برد. او که باشنده اصلی ولایت نیمروز است، 1.5 سال با دشواری ها در ایران زندگی کرده است. مشکلات هست، می بینم بیروبر بعضی را ماموره می گرفتم، 500 هزار تومان اونجا می داد، پس را ول می کرد. پس روز بعد دوباره پس میگیره، پس این 500 هزار میداد، اگه یک ما یک برج یا دو برج چیز میشد که میگرفت و ول میکرد خوب بود. از این رقمی هم خرید میکرد، دوباره ایره میگرفت، پس 500 هزار ول میداد، پس ول میکرد. این برنامه به مناسبت تجلیل از روز جهانی پناهندگان در مرکز هرات برگزار شده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان زندگی مهاجران و پناهندگان افغان را در کشورهای همسایه دشوار می‌خواند. پناهندگی خودش یک چیز دلخواه نیست. ای به اساس مجبوریت شده، حالات طور شده که اونا رفتن به کشورهای دیگه پناهنده شدن و در اونجا هم کسای به شهرها، کسای به کمپا زندگی میکنن که شاید وضعیتشان بسیار خوب نیست، اما منتظر وضعیت هستند و تعداد زیاد حاضر است که انشالله وضع بهتر شد و اونا هم عودت بکنند. ریاست امور مهاجران و عودت کنندگان هرات میگوید که حکومت افغانستان برای بهبود وضع زندگی پناهجویان و مهاجران افغان در بیرون از کشور تلاش کرده است. دولت جمهوری اسلامی افغانستان به شدت مسئله کمک به اتباع خود در بیرون از افغانستان روی دست داره. اولویت کاری ما هست. ما در اکثریت کشورهایی که در اونجا پناهنده و پناهجو داریم اتشههایی را داریم که مکمل وظیفه دارند رسیدگی به وضعیت اتباع کشور در بیرون از مرزها. در 1 سال پسین نزدیک به 500,000 مهاجر افغان به گونه داوطلبانه و اجباری از ایران به کشور بازگشتند. بر بنیاد آمارها بیش از 4 میلیون مهاجر افغان در ایران و پاکستان زندگی می کنند که بیشتر آنان مدرک اقامت ندارند.
تا کنون 4000 تن در جریان برنامه تقویتی ثبت نام های رای دهندگان در ننگرهار ثبت نام کردند. دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در ننگرهار میگوید که تمامی مراکز ثبت نام ها در این ولایت باز هستند. در همین حال مسئولان برخی از نهادهای ناظر انتخابات از این که آگاهی های لازم درباره چگونگی ثبت نام تقویتی و مرکزهای مربوط به این روند به مردم داده نشدند انتقاد میکنند. در یکی از مرکزهای ثبت نام‌های تقویتی در شهر جلال آباد مردم برای ثبت نام می‌آیند. اما باشندگان ننگرهار انتقاد دارند که نمی‌دانند مرکزهای رایدهی در کجا هستند و جزئیات روند ثبت نام‌ها چگونه است. ز خپلم خبر نه مالته مکتب ته قبل مکتب ته لاړه مالته پښتنه مو کوی او عبدالوکیل مکتب کې دا اشتکار لګی د خپل مسراغ مشتګر مې ولاګول به دلته رالو دي د سر اروان عبدالوکیل لسی مخ ته بوټ لګیدل و هم چوګتو مالی زدل ته ورزم دلته کو ولګیږي مشتګر نو به دلته چې دی ولراله مدیوم راته ویل چې خپل شخص نه موجود نو مشتګر نه لګیږي به چې شخص موجودی نو به مشتګر لګیږي. در همین حال دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در ننګرهار میگوید که در بیش از یک هفته پس از آغاز روند ثبت نام تقویتی در این ولایت تا کنون 4000 تن نام هایشان را برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند. ټول ننګرهار کې موږ 28 مرکزونه لرو چې شپږ مرکزونه د جلال آباد په ښار او مختلفو ناحیو کې دي او نورې په ولسوالیو کې دي. ټول مرکزونه د ننګرهار شریف ولس پر مخ باندې خلاص دي او تر اوسه پورې زموږ کارونه په نارمل ډول ښه روان دي. اما برخی از نهادهای ناظر بر انتخابات روند ثبت نام تقویتی را در این ولایت کمرنگ میدانند و علت آن را به آگاهی نداشتن مردم از این روند میدانند. د پارلمانی ټاکنو په دوران کې د انتخاباتو دا پروسه ډیره بدنامه او په انتخاباتو ولسونو خپل باور د لاسه ورکړی و نو هیله مند چې د دغه ریاست جمهوري د نوملیکنې دپاره باید د دوی دپاره ډیر لوی تبلیغاتي پروسه مخې ته وړل شوی وی چې دا کار ونه شو. بر میناد آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات در انتخابات مجلس نمایندگان نزدیک به 900000 تن از ننگرهار ثبت نام کرده بودند که از این میان 40% زنان بودند. خواجه حمید دکو صدیقی مردی که روز پیش از سوی پلیس در کابل بازداشت شد اما پس از چند ساعت رها گردید خواهان اعاده حیثیت است. این مرد در یک نشست خبری میگوید که چندین شرکت بازرگانی دارد و هیچ ضرر برای کسی نرسانیده است و بدلیل بازداشت شده بود. در همین حال وکیل مدافع این مرد میگوید که معکلش را حوزه دهم امنیتی هنگامی که با کودکانش در منطقه قلعه فتح الله بود بازداشت کرد. این مرد ادعا دارد که پلیس حوزه دهم امنیتی شهر کابل وی را زمانی که با کودکانش در قلعه فتح‌الله در یک خیاطی بود بازداشت کرد و به اتهام این که وی کسی را لتوکوب کرده است یک جا با کودکانش به حوزه پلیس برد و 24 ساعت به هیچ کس دسترسی نداشتند. داخل حوزه شدیم. کسی نیست که از ما پرسان کنه میگه ما را با چی آوردی؟ میگه 119 زنگ زده. خیلی 119 زده زنگ زده شما اما 119 را حامر جنایی تا به تلاش میکنه ما اون صاحب اوزه تا به تلاش میکنه که 119 کجاست پس در جواب ما چی میگه او شماره گل است. امی قماندان تولای با عمر حوزه ارتباط گرفته عمر حوزه بالا جای در جریان مونده که ما خوجمی ده گرفتیم خوجمی دوست نیست. این مرد میگوید که وی و برادرانش چندین شرکت بازرگانی دارند و هیچ ظلم و کار نادرست را انجام ندادند. وکیل این مرد اعاده حیثیت موکلش را میخواهد. گفتیم که امروز به حال خوب مشکل حل شد. شما بر ما بگوین که دلیل چی بود که شما خواجه صاحب حمید بردین به حوزه؟ هیچ پاسخی بر ما نداشتن و یک موضوع خدمت شما عرض بکنم که ما از همین لحظه من حیث وکیل مدافع خواجه صاحب حمید دکو ما اعاده حیثیت میکنیم و از مقامات زیره جدا تقاضا داریم تا اینکه اینطور اشخاص و افرادی که قانون نامبد میسازن اینا باید جدا مورد پایگرد و تعقیب از قضایی قرار بگیرن. دیدگاه وزارت امور داخله را درباره چگونگی بازداشت این مرد به دست آورده نتوانستیم. ادامه خبر ده پس از وقفه. باز هم خوش آمدید و در پایان این مجمع خبری چند خبر ورزشی تقدیمتان می شود. شب بخیر. خدا نگهدار. تیم والیبال بانوان سرمیاشت قهرمان رقابت های دختران شهر کابل شد. والیبال بازان سرمیاشت توانست در فرجامین دیدار این پیکارها
با نتیجه 3-1 تیم صلح را شکست بدهد و بر سکوی قهرمانی بیستد. به عنوان هم حق ورزش دارن و حق سپورت دارن و حق ازیر دارن که بیرن افتخار آفرین شون برای کشورشان. ما در تلاش هستیم که هرچی بیشتر فوکس ما همی است که تیم ملی مسلکی، حرفاوی و استاندارد بسازیم و تا اینا واقعا بتونن به مسابقات بیرون مرزی گام مسیری را بجا بگذارن و بیرق سیرنگ کشور به احتزاز بیارن. این رقابت ها 3 روز قبل با شرکت 6 تیم به منظور رشد و پیشرفت این رشته ورزشی میان بانوان در جمنازیم لیسی عایشه درونی آغاز شده بود. مسابقات بین تیمای معارف و تیمای کلپای کابل برگزار شده بود که نسبت به دیگه مسابقات پر جمع جوش است. یعنی ما چهره های نو از خود متعلمین دیدیم که میتونم انشاءالله به تیم ملی را پیدا کنن و از تیم ملی شد. نسبتا مسابقات خوب بود، فقط ما یگانه مشکلی که داریم میدان چه نداریم. باید از حکومت همی خواهش ماست که میدان چه داشته باشه. همه مسابقات ما تا فعلا خوب پیش رفته است. این در حال است که قرار است تا 1 هفته دیگر رقابت های سراسری به منظور انتخاب تیم ملی والیبال بانوان کشور در کابل آغاز شود. بازی در نیمی اول با برتری شاگردان کروش آغاز شد و بازیکنان این تیم چندین موقعیت خوب به دست آوردند، اما نتوانست گل به ثمر برساند تا نیمی نخست با تساوی 0-0 دو تیم به پایان برسد. نیمه دوم را هم میلی پوشان کولمبیا بهتر آغاز کردند و چند موقعیت نصف نیمه روی دروازه حریف ایجاد کرد. کولمبیا که در نیمه دوم نمایش بهتر و هجومی‌تر ارائه کرد، سرانجام در دقیقه 86 توانست روی سانتر زیبای خامس رودریگز و با ضربه سر زپاتا به گل برسد. کولمبیا که در بازی قبلی خودش مقابل آرژانتین پیروز شده بود، با این نتیجه توانست به دور بعد صعود کند. قطر هم که 1 امتیاز کسب کرده، باید در بازی اخیر خودش به مسافه آرژانتین برود. در این دیدار نخست بازی را در بخش توپزنی کرکت بازان آفریقای جنوبی آغاز کردند و توانستند در 49 اور بازی با از دست دادن 6 بازیکن 241 دوش را انجام دهند که در بخش توپزنی برای ملی پوشان آفریقای جنوبی داوسن خوب درخشید و توانش 67 دوش را به سوی تیم خود انجام دهد. در مقابل در بخش توپ اندازی برای ملی پوشان زیلاند ناو فرگوسن خوب درخشید و توانست 3 بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید. در مقابل کرکت بازان زیلاند ناو بازی را در بخش توپزنی خوب آغاز کردند و توانستند در آور اخیر بازی با از دست دادن 6 بازیکن هدف داده شده حریف را برآورده سازد و برنده این دیدار شود که در بخش توپزنی برای ملی پوشان کرکت زیلاند ناو کیم ویلیانسن خوب درخشید و توانست 106 دوش اوت ناشده را به سوی تیم خود انجام دهد. در مقابل در بخش توپ اندازی برای ملی پوشان آفریقای جنوبی میرس خوب درخشید و توانست 3 بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید. در پایان این دیدار کیم ویلیانسن از تیم زیلاند ناو با درخشش در بخش توپزنی از سوی کادر فنی برگزارین رقابت ها لقب بهترین بازیکن میدان را به دست آورد. در دیدار بامداد امروز این پاراگوئه بود که ابتدا در دقیقه 37 به گل رسید. این تیم که 2 دقیقه قبل 1 موقعیت خوب را از دست داده بود، سرانجام روی حرکت خوب آلمرون از سمت چپ و ارسال او به محوطه جریمه آرژانتین با ضربه دقیق سانچز به گل رسید. نیمه اول با همین 1 گل به پایان رسید. نیمه دوم را آرژانتین هجومی آغاز کرد و بعد از اینکه 1 بار در دقیقه 50 تیر دروازه حریف را به لرزه درآوردند، در دقیقه 54 توانستند گل تساوی را وارد دروازه پاراگوئه کند. ضربه لیونل میسی در محوطه جریمه پاراگوئه به دست پرس برخورد کرد و داور هم نقطه پنالتی را
نشان داد. خود میسی پشت ضربه قرار گرفت و با یک ضربه محکم کار را تمام کرد. چند دقیقه بعد نوبت پاراگوئه بود که صاحب یک ضربه پیناتی شد. خطای اوتامندی روی گونزالس در محوطه جریمه آرژانتین باعث شد تا داور در دقیقه 61 یک ضربه پیناتی به سود پاراگوئه اعلام کند. اما ضربه گونزالس را فرانکو آرمنی دروازه‌بان آرژانتین دفع کرد تا بازی مساوی باقی بماند. تلاش دو تیم برای رسیدن به گل برتری در دقایق باقی مانده ثمر نداشت و در نهایت بازی با تساوی 1-1 به پایان رسید.